مقابل زوبان فوق‌العاده بازی کرد علی کریمی. پشت محوطه جریمه بازم توپ سرگردان بین مدافعان، فرار برهانی و ضربه‌ای که اون می‌زنه اما قبلش آفساید اعلام شده. هوشیار روی زمین افتاده و دچار مشکل شده. خب آقای فغانی بهش کمک می‌کنه که از زمین کریمی. پاس خوب برای علی عسکری. دو تا بازیکن در مقابلش هستند. غلام رضا رضایی رو پیدا میکنه، رضایی پاس رو میکاره، موقعیت، یک ضربه دیدنی که از بالای دروازه تو بیرون میره، ضربه مازیار زاره که از بالای دروازه بیرون رفت. دو مهره دو تیم که هر دو شوت زن هستن تا به اینجا یشی. خود میلاد پاس در عمق، او فرار برهانی، آفساید هم نیست. آرش برهانی در مقابل دو بازیکن و انتظار داره که زندی بیاد به این تو برسه که نمیرسه. زاره، کریمی، پاس تک ضربه قشنگ، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس و توپی که رحمتی دورش میکنه. جریمه موقعیت برای یاران پرسپولیس هست. بازم رضایی آزار داده از این سمت خط دفاع استقلال رو، کوتاه و قشنگ، موقعیت برای نوری، ضربه او و فوق واکنش رحمتی که توپ رو به زمین مسابقه برمیگردونه و استقلال رو نجات میده. توپ داشت گل میشد. آفساید کریمی. ارزش های یک دروازه‌بان خوب اینجا مشخص میشه. تصویر آستر که ببینیم، هنرنمایی در اون منطقه جریمه فرستاده شد. نوری ضربه رو دقیقاً هم به سمت مقابل زد و شیرجه قشنگ رحمتی از اون فاصله توپ رو به نفس قبلیش رو به دست آورده و معمولاً در داربی‌ها خوب بازی می‌کنه. سه تا گل در داربی‌ها زده. ضربه رحمتی از فاصله می‌گیره. شریفات معلوم نشد این توپ رو به کی فرستاد. یک بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس. رضایی تک به تک و رحمتی توپ رو می‌گیره. خطر مسئولیت بازیکن ها هم در این هوای سرد احساس سرما نکنن. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس به پشت منطقه جریمه. عالی کار میکنه یاران پرسپولیس و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. سردرگمی خط دفاع استقلال و حضور نوروزی نزدیک بود کار دست استقلالی ها بده. بازم غلامرضا رضایی این پاس رو داد. حرکت خوب یاران پرسپولیس و اشتباه حسینی که سایه. ضربه بلند از هوشیار. کریمی مانع به بیرون رفتن توپ میشه. توپ در اختیار زندی قرار میگیره. خود زندی پاس عمقی او، موقعیت برای میدا بودی. ضربه این بازیکن با توی دروازه، توی دروازه. گل برای استقلال. یه گل قشنگ از میلاد میدا بودی. استقلال بازم یک بر صفر جلو میافته. از یه موقعیت نصف و نیمه گل میسازن یاران استقلال و یک بر صفر جلو میافتن. شور و غوغا به بخش آبی ورزشگاه میاد. خیلی خوب زد ضربه آخر رو. نگاه کنیم، فرار خوب میدا بودی. ضربه زیبای این بازیکن از فراز دستان هوشیار. اینم پاس قشنگ فریدون زندی که از تجربهش استفاده میکنه. یه پاس پخته به فضای پشت مدافعا میفرسته و در نهایت دروازه باز میشه. آها، اینجا مشخص میشه که علی کریمی هم یه جوری تاثیرگذار بوده در گل، منتها برای گل استقلال. اگه تو به بیرون میرفت اتفاق خاصی نمیافتاد. و اینم میدا بودی که با ظرافت خاصی توپ رو به قعر دروازه، به اون گوشه دروازه فرستاد و توپی که رحمتی دورش میکنه و اون طرف شیری با یه حرکت ریسکی توپ رو برمیگردونه. خطای هندی اعلام نمیشه. داور به خاطر اعتراض به زندی کارت میده. برهانی هم داره اعتراض میکنه. شاید حالا تصویر آهسته به کمک ما بید. آقای پوریدری رفته به سمت میز داور چهارم. بله، اینجا مشخصه. به هر حال امشب برنامه 90، برنامه ویژه 90 تقدیم حضورتون میشه. ناظر داوری آقای عبدالله سلیمانی. خب ظاهرا مشکل روی نیمکت استقلال وجود داره. اونجا آقای پوریدری صحبت میکنه. بهداش فریبا ظاهرا باید بیرون بره یا
ببینیم هنکه بعد بیرون بره. هنکه اعتراض کرده ظاهرن به داوری. آقای شیرازی همچنان حمودی، پاس او برای میداودی، میداودی ضربه این بازیکن زندی و توی دروازه، توی دروازه گل دوم برای استقلال با ضربه فریدون زندی. بیگمان بهترین بازیکن زمین تا اینجا زندی بوده که در طول فصل بازی های زیاد خوبی رو برای استقلال انجام نداده بود. استقلال 2-0 جلو میفته. نیمه دوم رو استقلال تهاجمی شروع کرد و شاگردان پرویز مظلومی گل دوم رو به ثمر رسوندند. حالا هواداران استقلال به فکر لقب جدید پرویز مظلومی هستند. با هم ببینیم صحنه رو. تو بلوک میشو برمیگرده، دقیقاً روی پای چپش بود. او هم با این ضربه هوشیار رو مغلوب میکنه. ضربه اول از میداودی و بعدم زندی که دروازه رو باز کرد. بهتر از این میتونست عمل بکنه هوشیار، روی توپی که درون دروازهش قرار گرفت، اما خب فاصلهش با توپ خیلی زیاد بود. محمد نوری، شکوری در چپ، پاس او موقعیت برای بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه. رو دور میکنن مدافعان استقلال، نمیذارن که رضایی مستقیم توپ رو لو میده. موقعیت برای میلاد میداودی، برهانی توپ میخواد، میداودی قصد داره خودش حرکت بکنه و فرصت شوت زنی برای خودش ایجاد بکنه. دو بازیکن رو جا میگذاره، میداودی و توپی که در اختیار هوشیار قرار میگیره. خیلی دوست داره که از راه دورم یه گل بزنه. حرکت پرسپولیس از سمت راست، فرصت برای علی کریمی، یه پاس کوتاه عالی، موقعیت و توپی که رحمتی بالاخره میگیره. مهدوی که با اومدنش به زمین، کاپیتان یوسفی، شریفات، همچنان شریفات، حالا حمودی، پاس به بیرون، فرصت برای یاران استقلال، یوسفی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میزنه. کماکان بازم یوسفی که داره خوب بازی میکنه. این طرف شریفات روی خط آفسایده. حالا برای شریفات، نگه میداره توپ را، یوسفی، یوسفی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. بازم موقعیت گل برای تیم استقلاله. پشت توپ قرار گرفته، میفرسته برای دروازه، موقعیت، هوشیار توپ رو ناقص دفع نکرد، در واقع اصلا دفع هم نکرد، توپ از روی سرش عبور کرد. در چپ شکوری، اولادی بالاخره صاحب توپ میشه. فرصت برای یاران پرسپولیس، یارکه بدون توپ، مهدوی کیا و این ضربه با واکنش استثنایی رحمتی توپ رو از زیر تاق دروازه بیرون میکشه. رحمتی منوس بات نگه میداره توپ رو، یک لحظه تعادلش رو از دست میده. او رو میزنن کنار خط، داور خطا میگیره و اولادی رو حالا با کارت زردم جریمه خواهد کرد. اولادی یه مقدار عصبی بود اصلا از شروع، کارت قرمز رو، بله داور کارت قرمز رو براش در نظر گرفته. کارت قرمز برای مرداد اولادی که به هر حال در دقیقه 68 مسابقه یه اتفاق مهم در این مسابقه محسوب میشه. نگاه کنید، فقط پا رو زد. به هر حال داور تشخیص میده که این حرکت جریمش کارت قرمز بوده. البته در لیگ برتر انگلیس معمولا این حرکت ها رو با کارت قرمز جریمه میکنن، اما به هر حال در فوتبال کشورمون کمتر دیده بودیم که این اتفاق بیفته. اولادی بازی بعدی تیمش رو از دست میده. برشکل بازی رو دنبال میکنی. برجت بعد این مقدار سختگیرانه بود. زندی میفرسته برای دروازه و توپی که خطرناک به بیرون میره. هوشیار و مدافع هنوز هماهنگ نیستند. نوری، مهدوی کیا، کار قشنگ، مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه.
کاظمیان و نوروزی روی نیمکت، زندی حرکت میکنه، حالا این طرف شریفات، موقعیت برای شریفات، پاس به جلو، فرصت آفساید. آفساید بازیکنان استقلال گرفته میشه. دوباره میدابودی، این بار پاسش بهتره. شریفات در منطقه جریمه، ضربه آروم شریفات به بیرون میره. بوده داربی گل زده ولی در این صحنه خوب عمل نمیکنه، انجامش داد. محمد نوری، یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، زاید و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زاید چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه. معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. هواداران پرسپولیس به وجد میان. حالا اونا با رویه بهتری به بازی ادامه خواهند داد و این دقایق پایانی مسلماً پرهیجان‌تر دنبال میشه. مدافعان استقلال جا موندن. امون زاید تک به تک شد با رحمتی و به این ترتیب با یه ضربه دقیق و زیبا دروازه رحمتی رو باز میکنه. پاس خوبه محمد نوری. منتظری هم جا میمونه و در نهایت زاهده که دروازه رو فرو میریسه. حالا بازی با هیجان بیشتری دنبال میشه، خصوصا برای هواداران پرسپولیس که امیدوارانه به این دقایق پایانی نگاه میکنند. 2-1 میشه نتیجه. بالاخره باز چند حمله پرسپولیسیا به گل رسیدند از راه عمق. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه، سان میکنه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه امون زاید پرسپولیس رو به بازی بر میگردونه. به فاصله 2 دقیقه 2 بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. غافلگیر شدن بازیکنان استقلال و دنیزی هم بی‌شکست میمونه در داربی. البته بازم زمان باقی مونده، ببینیم با هم. جاگیری عالی بین مدافعان استقلال و ضربه زاید که به این شکل در اون دروازه رحمتی قرار میگیره. ضعف در بین مدافعان استقلال و سانترهای نابود کننده مهدی مهدوی که در رده ملی واقعا به کمک فوتبال ملی ما اومده، اینجا به کمک پرسپولیس با این سانتراش و زاید دروازه رو به این شکل باز میکنه. روی همون تاکتیکی که مصطفی دنیزلی میخواست پرسپولیس به گل رسید، یعنی سانترهای مهدوی کیا و ضربه‌ای که زاید زد. حالا زاید نشون میده که میتونه بازیکن موثری برای رحمتی. بلند برای دروازه میفرسته توپ رو، یاران استقلال توپ رو میگیرند، زندی و ضربه‌ای که نفسگیر به بیرون میره. دو تا بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه هستن اما کم تعداد هستن برای استفاده از پرتاب بلند. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی، سانتر او برای دروازه، فرصت، این زمان توی دروازه گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه، حساب کار رو 3-2 میکنه امون زاید. یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باختن رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده. نگاه کنیم این توپیه که بادامکی برای دروازه میفرسته، باز این بازیکن جانشین کارساز شد. تعویض‌های مصطفی دنیزلی همشون رویایی بودن برای پرسپولیسیا. بادامکی هم پاس گل داد. نگاه کنید، پاس زمینی به دهانه دروازه، جاموندن حنیف، چرخش قشنگ امون زاید و گلزنی این بازیکن. حالا پرسپولیس خودشون میپرسن که مازیار زاره همچنان داره حرکت میکنه و سوت پایان این مسابقه و برتری 3-2 پرسپولیس در مقابل استقلال. بعد از 2 سال پرسپولیس موفق به شکست استقلال میشه. در این فاصله اونا باختای زیادی رو پذیرفتن اما در این مسابقه به طرز عجیب به بازی برگشتن و 10 نفره جبران کردن و بازی رو 3-2 به پایان رسوندن.
درصد مالکیت تو 59-41 به نفع استقلال رو نشون میده و سایر آمار رو هم ملاحظه فرمودید. 70% در میانه زمین و